وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم، آیات متعلق به در واقع تعبیر دقیق و بهتر بگم جامعه این هست که بگیم به حقوق زن رو ما در سوره بقره نگاهی داشتیم و در ادامه این آیات رسیدیم به آیه 233. آیات در ظاهر بحث طلاق است و احکام طلاق و ما و اون چیزی که متعلق به قوانین شرعی در زمینه جدایی بین زن و مرد. اما وقتی که به عمق آیات توجه بکنیم و آیات رو زمینه های مختلف نزولیش رو ما در نظر بگیریم، در واقع میبینیم که تمام آیات محور اساسیش در بحث حقوق است و در قالب بحث حقوق زن است و میتونیم بگیم که در واقع در این آیات بحث حقوق مرد اصلا مطرح نیست. اون چی که بحث حقوق مرد رو بیانگر هست دو آیه سوره نساء هست که در برنامه های آینده انشالله به این آیات خواهیم پرداخت. آیه 34 و 35 سوره نساء هست. اما این آیات در واقع همه اینها بیانگر حقوقی هست که برای زن قرآن کریم احیاء کرده یا تأسیس کرده. جامعه‌ای که نه برای زن حق قائل بود و نه حیثیت و مقام صحیحی رو براش تعیین کرده بود. حتی کودکی هم که در جامعه به عنوان کودک دختر شناخته میشد، نه تنها تحقیر میشد بلکه از بد تولد در خیلی از قبائل جاهلی عرب زنده به گور میشد. در این چنین جامعه ای اومد و دین اسلام حیثیت، مقام، جایگاه زن رو به موقعیت والا و برتری کشوند که اون موقعیت والا و برتر به عنوان مزرعه برای سعادت و خوشبختی و به دست آوردن آرامش و اهداف والای انسانی نقش پذیر شد. مادری شد که بهشت زیر پای اون قرار گرفت و به همین صورت زوجی شد که بخش دوم جامعه بشری رو تشکیل دهنده بود. بدون او و بدون نقش صحیح او هیچ جامعه‌ای نمیتونه جهت سالم و درست رو پیش بگیره. در این آیات که ما در برنامه پیشین هم نگاهی بهشون داشتیم، در واقع همش بحث محدود کردن حقوق نامحدود مرد نسبت به زن بود، در واقع حفاظت حقوق زن. طلاقی که بیش از حد باش بازی گرفته میشد و بازیچه برای مرد بود
تا اینکه هر طوری که بخواد به هر شکلی که بخواد با زن تعامل داشته باشه. بدون محدودیت میتونست طلاق بده و هیچ گونه براش حق و حقوقی رو هم در نظر نگیره. آیات قرآن کریم که از آیه 226 شروع شد این مطلب رو یاد آور شد، بحث حقوقی زن رو، تا 233 که الان بهش رسیدیم، ابتدا بحث معلق گذاشتن وضعیت زن رو حل کرد. اون کسانی که با قسم خودشون وضعیت زن رو به تعلیق مینداختن رو براشون شرایط محدودی رو گذاشت که تا بیش از 3 ماه نمیتونن زنی رو معلق قرار بدن، یا باید برگردن یا طلاق بدن، و اگر بیشتر 3 ماه هم قسمی یاد کردند که رابطه یا طلاق عاطفی باشه بین اونها و زنشون، باید این طلاق عاطفی رو بشکنن و کفاره قسم بدن. البته طلاق عاطفی خب زمینه هایی رو داره، ولی در بحث حل این زمینه ها و از بین بردن این عوامل، خب باز مشت به طور جداگانه آیات 33 و 34 34 و 35 سوره نساء بهش پرداخته که و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهله. اگر در بینشون فاصله و جدایی یا اون طلاق عاطفی که میدید ما باش آشنا هستیم و در ادامه اون طلاق حقیقی رو هراس داشتید، حکمی رو از یکی از خانواده های طرفین تعیین کنید، حکمی از خانواده زن و حکمی رو از خانواده مرد، و این یورید اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر قصد اصلاح داشته باشن طرفین، حالا این طرفین هم برمیگرده زمیر به زن و شوهر و هم برمیگرده به دو حکم، اگر قصد اصلاح درشون باشه، نیت خیر باشه، الله متعال بینشون توفیق رو ایجاد میکنه. به دنبال این آیات، خب بحث معروف رو گفتیم، با کثرت قرآن در آیات آورد و این معروف و رعایت نیکی و احسان رو در نزاعی که یا بگیم اختلاف خانوادگی که میتونه بارز بشه، بروز پیدا بکنه، به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های کسانی که ایمان به الله و الیوم الاخر دارن معرفی کرد، و رعایت کردن اصول معروف و نیکی و عدالت در بین روابط زناشویی رو به عنوان حدود الهی تعریف کرده که حدود الله فلا تعتدوا، و جدی نگرفتن قوانین شرعی رو باز تمسخر گرفتن یا بی اعتنایی و اهانت به آیات الهی تعریف کرد. لا تتخذوا آیات الله عزوا. همه این مجموعه، همه این مواردی که پیش میاد، پیش اومده در مطرح شده در این آیات، ما رو به یک نکته بسیار مهمی سوق میده، و اون این هست که دین در سامانه طلاق یک سلسله مراتبی رو ایجاد کرده، یا یک بسته بسیار سنگین و سنجیده‌ای رو پدید آورده تا بر اساس اون نظام سنجیده هماهنگ بر اساس و رعایت اون، اگر منتهی باشه زندگی به طلاق، یک نوع طلاق بسیار با تفاهم و کم آسیب صورت میگیره.
نه غلوب بشه نه در ازدواج و نه غلوب بشه در جدایی و طلاق. هر دوی اینها در واقع یک نوع اعتدالی در تعامل بین زن و شوهر باید رعایت بشه. این نکته اساسی که در مجموعه آیات میتونه محور قرار بگیره، یعنی وجود یک سامانه یا وجود یک بسته بسیار وزین و سنجیده، چند مطلب رو در ضمن خودش داره. مطلب اول این هست که طلاق اهرم فشاری برای مرد نباید باشه که فقط بخواد تخلیه ناراحتی خودش رو بکنه. تخلیه ناراحتی کردن در واقع وسیله طلاق وسیله نباید براش باشه، بلکه یک عزم و اراده سنجیده‌ای باشه که اون عزم و اراده سنجیده مبنی بر تجربه زندگی که با هم گذروندن باشه. در خاتمه در آیه 227 سوره بقره وقتی که الله متعال بحث ایلا رو مطرح کرد، یعنی قسم بخوره که دیگه نزدیکی یا به زنش نزدیک نشه، میگه و این عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. اگر اراده طلاق کردن، یعنی طلاقی که عزم است، اراده است، تصمیم است، تصمیم بر طلاق گرفتن، این نکته خیلی مهم هست که ما طلاق رو به عنوان یک تصمیم مد نظر قرار بدیم. یعنی اینکه مراحلی رو از مصالحت و مفاهمت طی کنیم، سعی و تلاش برای صلح و برای اصلاح پیش بگیریم. وقتی که موفق به این کار نشدیم، اراده کنیم بر اینکه جدا بشیم، تصمیم بر جدایی بگیریم. این تصمیمی گیری سنجیده است. متاسفانه امروزه با هر اختلاف ساده‌ای، همانطوری که الفاظ مختلف در قالب اتهام یا دشنام بر زبان طرفین دعوا عموما جاری میشه، متاسفانه کلمه طلاق هم یکی از کلماتی هست که به عنوان تخلیه ناراحتی و غضب تعبیر میشه ازش. متاسفانه یکی از وسائل و ابزاری هست که فرد به وسیله اون میخواد ابراز ناراحتی و انزجار خودش رو انجام بده. این اشتباهی بسیار بزرگی هست در بحث طلاق. طلاق هیچ رو نباید به در این موضوع یا در این شکل سبک تهر کرد. طلاق یک تصمیم هست، همونطور که در بحث نکاح تصمیم هست. نکاح عشقی نیست که با یک لحظه‌ای که فرد عشقای خیابانی که متاسفانه دوام هم نداره، با یک دید و نگاهی فرد در دل فرد در تعبیر عامیانه جا میگیره و تصمیم میگیرن الا بالله مگر با هم ازدواج کنن. ازدواج در واقع به این صورت محقق نمیشه. ازدواج مراحلی رو داره، از شناخت مراحلی داره، از تحقیق مراحلی داره، از تفاهم بعد از این عقد نکاح صورت میگیره. برخلاف این مراحل رسمی که یا حقیقی که باید در طلاق در نکاح وجود داشته باشه، اگر فردی عجولانه فقط بر اساس یک نگاه سطحی و آشنایی بسیار کوتاه این تصمیم رو گرفت در قالب عشقهای خیابانی، به طور طبیعی استمراری نخواهد داشت، پشیمانی رو در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت. عیناً در طرف مقابلش هم طلاق هست. وقتی که طلاق هم بدون سنجیدگی و بررسی سنجیده
در قالب یک تصمیم گیری حساب شده وقتی که صورت نمیگیره یا بر زبان نمیاد، باز همون نکاهی هست که مثل اون نکاهی هست که بعد از مدت کوتاهی پشیمانی رو موجب میشه. در نتیجه باید کاری بکنیم که نه نکاهمون در کوتاه مدت پیامد پشیمانی رو داشته باشه، نه طلاقمون این پیامد رو داشته باشه. به خاطر این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در مراحل اولیه تاریخ اسلام هم سه طلاق در یک مجلس واقع به زبان می اومد رو یک طلاق محسوب میکردن تا اینکه فرصت سه طلاق رو فرد با عجله یا با غضب و ناراحتی که داره از دستش نره، بتونه سنجیده فکر کنه. و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق شرعی یا طلاق مسنونی که پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی کردن این هست که در دوران طهارت زن، نه در دوران قاعدگی یا عادت ماهانه‌ای که عموماً شرایط روحی و روانی زن هم مساعد نیست و شرایط روحی و روانی مرد هم شاید به تابع شرایط زن نامساعد باشه در ارتباط با عواطفی که بین زن و مرد وجود داره، بلکه در یک موقعیتی از طهارت و پاکی از حیض یا حالت ماهانه و در اون شرایطی که مقاربتی هم بینشون صورت نگرفته باشه، این طلاق مسنون است. و این طلاق مسنون عدتی رو داره که عدت سه عادت ماهانه ای هست که باید بگذرونه. اگر یک عادت ماهانه گذشت، یعنی یک بار دوباره طهارت رو به دست آورد، در این میان اگر بخواد در دوران عدت میتونه طلاق دوم رو هم بده، اگر این طلاق اگر اراده کرده باشه برای اینکه دیگه فاصله باشه بینشون و هیچ راهی برای مصالحت و مسالمت وجود نداشته باشه. و اگر هم طلاق سومی خواست بده، باز در عادت ماهانه بعد از تمام شدن عادت ماهانه سوم این طلاق رو میده که این طلاق میشه با این مغلظه‌ای که قابل برگشت نیست. در مجموع این شرایط مسنونه ای که قرآن که سنت نبوی برامون تعیین میکنه، عزم و اراده سنجیده طلاق رو در واقع در بر داره تا اینکه طلاق یک وسیله یا ابزاری برای تخلیه ناراحتی و غضب نشه. و بر اساس این اصل قرآنی که طلاق یک اراده هست، تصمیم هست، تصمیم سنجیده هست که مرد بعد از گذر زمان و تجربه حیات بهش میرسه، تصمیمی هست که میگیره، بر این اساس میبینیم که چندین فصل مختلف یا چندین موضوع مختلف در فقه وجود داره که در ارتباط با وقوع طلاق مرتبط با این موضوعات یا در این مواقع بین فقها بحث میشه. یکی از موارد طلاق غضبان یا از خشم هست که آیا از روی خشم وقتی طلاق داد این طلاق واقع میشه یا نمیشه، یا اراده طلاق شاید خشمش به حدی باشه که بحث اراده طلاق نباشه، فقط بحث یک نوع اظهار انزجار باشه. بین فقها بحث مفصلی هست. به همین صورت قسم هایی که در واقع قصد طلاق نیست، قصد تأکید کردن بر موضع یا موضوع معین است، هیچ ربطی هم اصلا شاید به زن نداشته باشه، که ما خیلی موقع هست که میخوایم موضوع رو تأکید کنیم بر صحتش یا تأکید کنیم بر التزامش، در عرف اجتماعی به زن طلاق قسم میخورن. این هم در واقع طلاق نیست، این هم یک نوع قسم هست. عزم طلاق در این نوع قسم ها وجود نداره، مگر اینکه
موضوع مرتبط باشه با سلوک و عمل کرده زن که تعلیق معلق کنه مرد طلاق رو به عمل کردی که در واقع غیر مطلوب هست از زن و میخواد این عمل کرد رو از سرش ببره. در این حالت خب عزم و اراده طلاق هست و این شرط رو گذاشته که اگر زن مرد گذاشته که اگر دوباره این کار رو کردی یا این عمل از تو سر زد طلاق هستی. خب اینجا باز هم بحث اراده و عزم طلاق در ضمن شرط به قسم وجود داره. موضوع سوم این که باز هم در ضمن کتب فقه در بحث طلاق مطرح هست، بحث طلاق مکره هست، طلاق کسی که اجبار یا بهش تحمیل بشه طلاق دادن به گونه های مختلف. خب اینجا هم بحث اراده طلاق وجود نداره. این موضوعات موضوعات مستقلی هست که در مباحث فقهی مفصل بهش پرداختن. و به همین صورت طلاق سکران، کسی که در حالت مستی به حال چیزی خورده باشه یا نوشیده باشه کلمه طلاق رو به زبان میاره، آیا این طلاق هست یا نیست؟ خب اینجا بحث مفصلی هست بین فقها. در نتیجه بحث طلاق یک اراده تصمیمی هست که این تصمیم به طور سنجیده باید پیگیری بشه و تصمیم گرفته بشه، و الا در قالب های پرخاشگری و ناراحتی و ابراز خشم وقتی که ما طلاق رو به زبان میاریم در واقع بازی گرفتن با نظام خانواده، بازی گرفتن با مهمترین موضوع زندگی اجتماعی هست که هم خودمون رو به خطر میندازیم، هم زن رو به خطر میندازیم، هم فرزندان رو وارد آسیب میکنیم. آیات بعدی که باز هم بهشون پرداختیم با تأکید داره باز بر همین راه و کارهایی که تضمین کننده حقوق زن و ایجاد یک جدایی با نیکی یا برگشت با نیکی، ادامه زندگی با نیکی احسان یا جدایی که با معروف و باز هم نیکی صورت بگیره. یکی از مواردی که در بحث طلاق، مباحث حقوقی که در بحث طلاق از اهمیت خاصی برخوردار هست، موضوع فرزندان طلاق هست. کودکانی هست که اونا رو به عنوان بچه های طلاق ازشون یاد میشه و در معرض آسیب های متعدد قرار میگیرن. بعد از آیه 232 که توصیه های مختلف در ایجاد یک رابطه سالم و جدایی سالم، رابطه‌ای که بر اساس سلامت رفتاری باشه، نیکی باشه، و جدایی که باز هم بر اساس سلامت رفتاری باشه و حقوق عدل الهی اسلامی باشه. بعد از این بحث فرزندان رو میاره و حقوق فرزندان و مراعات کردن اون چه که در ارتباط با حفظ فرزندان و صیانت یا محافظت اونها از آسیب پذیری بعد از طلاق میتونه صورت بگیره. در این میان آیه 233 میگه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. بعد از اینکه طلاق صورت گرفت، مادران فرزندان خودشون رو 2 سال کامل شیر میدن. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسانی که بخوان رضاعت یا شیردهی رو کامل کنن. یعنی این تصمیمی هست که بین خودشون
میتونه بر حسب شرایط کم و زیاد بشه، ولی رضاعت یا شیردهی در واقع تکمیل میشه با 2 سال کامل. 2 سال کامل شیردهی رو به حد نصاب یا حد نیاز میرسونه. بحث رضاعت و شیردهی و کلن رابطه‌ای که بین مادر و فرزند در این مدت پیش میاد، چه از سلامت روحی و روانی و چه از سلامت جسمانی، یه بحث بسیار مستقل و ارزشمندی هست که نیاز داره انسان معلوماتش رو زیاد بکنه تا اینکه ارزش این احکام رو بهتر بتونه بدونه. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. در این میان در مقابل این وظیفه‌ای که بر عهده مادر هست برای شیردهی فرزند بعد از طلاق، بر پدر رو به عنوان مولود لهو ازش یاد کرد، چون فرزند در واقع مال او هست و باید این وظیفه رو از یاد نبره که او هست که به عنوان پدر شناخته میشه و وظیفه رو، وظیفه مادی رو باید کاملا بر عهده بگیره. رزقهن و کسوتهن بالمعروف، نیازهای اونها رو باید برآورده کنه، پوشاکشون رو با معروف. باز هم کلمه معروف رو اونطوری که در آیات ما قبل هم ما اشاره کردیم، باز هم با کلمه معروف رو قرآن کریم تأکید میکنه. این رو ما در قبل از این آیات هم اشاره کردیم و بد نیست که اهمیت این موضوع رو در نظر بگیرید. دقت کنید این واژه معروف بسیار اهمیت داره در ضمن روابطی که بین زن و شوهر وجود داره، حتی در هنگام اختلاف. معروف رو از یاد نبرید، نیکویی رو از یاد نبرید. لا تكلف نفس الا وسعها، هیچ فردی مکلف نمیشه مگر در حد توان خودش. اینا جمله ها در واقع هر جمله مستقل نیاز داره به بحث، ان شاء الله به هر کدوم از اینها به طور مستقل می‌پردازیم. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، نه مادری فرزندش رو ضرر برسونه و نه پدری به فرزند ضرری رو وارد بکنه. این جمله در واقع در وسط این آیه محور آیه رو در بر داره. لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، نه مادر به فرزند آسیبی رو وارد بکنه و نه پدر به فرزند آسیبی رو وارد بکنه. این نوع انواع آسیب ها و موارد آسیب پذیری فرزند رو باز مستقل بهش میپردازیم. و علی الوارث مثل ذلک، این اضافه هم اینه که کسانی که به هر حال فوت میکنن و ورثه یا کسانی دیگه ولایت سرپرستی ایتام رو بر عهده میگیرن، باز هم عین این وظیفه رو باید در نظر بگیرن. عجل هست، باز هم شرایطی پیش میاد که فرزند در معرض نارسایی حقوقی قرار میگیره، در نتیجه باید این اصل رو در کل در نظر گرفت که در هیچ شرایطی نباید بذاریم که به فرزند آسیبی وارد بشه. فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، اگر اراده بکنند اینکه از شیر باز کنند فرزند رو با رضایتی که بینشون صورت بگیره و مشاوره ای که صورت بگیره، فلا جناح عليهما، در برشون هیچ گونه
ایرادی وجود نداره. این هم تعبیر بسیار زیبایی هست که رابطه اگرچه در ارتباط با زندگی زناشویی از هم گسسته هست، ولی در ارتباط با حقوق فرزندان هم بحث مشوره وجود داره و هم بحث رضایت طرفین وجود داره که با هم باید در یک جو رضایت بخشی و با شرایط رد و بدل نظر و دیدگاه و مشوره با هم در ارتباط با فرزندان و تصمیم گیری در ارتباط با فرزندان وقت بذارن. این موضوع رو به طور مستقل بهش میپردازیم. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، و اگر هم که بخواید برای فرزندان خودتون کسی رو به عنوان شیر دهنده یا سرپرست تعیین کنید، فلا جناح علیکم، اشکالی بر شما وارد نمیشه. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر اون چی که شما بهشون میدید رو با معروف همراه کنید. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، مراقب باشید، الله رو در نظر بگیرید و بدونید که الله متعال بر عمل کرد شما بصیرت داره، بصیر هست یا شاهد عمل کرد شما هست، میبینه که دارید شما چه کار میکنید. این آیه شاید آیه جزء آیات طولانی است که در سوره بقره اومده و در حقیقت یک جوی رو از محبت، الفت، تفاهم برای حفظ فرزندان از هر گونه آسیبی در اختلافات خانوادگی برامون تعبیر کن هست. طول آیات، در واقع وسعت آیات، جو جالبی رو به همراه داره و اون سعی صدر انسانی هست که باید در قلب خودش این وسعت رو همیشه داشته باشه. برای اینکه عمق این آیات و جوان معنوی بیشتر این آیات رو با هم نگاهی داشته باشیم، بعد از میان برنامه برمیگردیم و هر جمله‌ای رو به طور مستقل بهش میپردازیم. به برنامه میبینیم برمیگردیم. سرمدی دارد بو
بود نطق خداوندی، نطق خداوندی قم ابلیس مکار است. قرآن را بی قلب ما فزون بین ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است، بگردان ره روانش را سرور و سالار، به عقبا جز به ابرارت که او سالار ابرارت، شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن بهاران می کنی دل را، دل از یاد تو سرشار است، اگر در زندگی آید شود جانت بهار سال، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است، که او مصباح انوار است. بسم الله الرحمن الرحیم، بی نستعین، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام مجدد خدمت شما دیگر عزیز محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم، آیه 23 سوره بقره رو با هم نگاهی داشتیم و گفتیم که این آیه در واقع به دنباله آیات ما قبل که در ارتباط با موضوع طلاق، حقوق زن و حفاظت و صیانت رابطه سالمی که باید بین زن و مرد وجود داشته باشه حتی در مواردی که قصد جدایی دارند رو ما بررسی کردیم، که این آیه در واقع ادامه آیات ما قبل بود که بحث حقوق کودکان طلاق رو در بر داشت. گفتیم محور این آیه بر سر جمله این هست که میگه لا تضار والدتون بولدها ولا مولود له بولده، نه مادری موجب آسیب رساندن به فرزندش بشه و نه پدری موجب آسیب رسیدن به فرزندش بشه. جمله جامع جمله‌ای هست که ابعاد بسیار زیادی داره. شاید ما ناخواسته بدون اینکه متوجه بشیم آسیب‌های مختلفی رو در ضمن اختلافی که در خانواده پدید اومده به فرزندان وارد کنیم. اولین آسیب اونجایی هست که ما بدون در نظر گرفتن حق و حقوق کودک در دوران شیر خارجی زن رو در یک شرایطی قرار بدیم که خود به خود این کودک قربانی این شرایط بشه، چه از نظر روانی فشارهایی که بیاریم، چه از نظر مادی شرایط دشواری که پدید بیاریم،
از نظر نفقه‌ای که باید پرداخت کنی. خب اینا به طور طبیعی، اگر فرد که مرد باشه در نظر نگیره که یک مادر برای نقش مادری ایفا کردن چه امکاناتی رو باید داشته باشه، چه شرایطی رو باید داشته باشه، خوب به طور ناخواسته کودک هم در معرض آسیب قرار میگیره، از نظر عاطفی و از نظر جسمی. طلاق اگر به عنوان یک حل مشکلاتی که قابل حل نیست تصمیمی باشه از طرفین، خب به طور طبیعی در این تصمیم گیری با مشوره، با رضایت طرفین، برنامه مناسبی که به مصلحت فرزند باشه رو میتونن پیش رو خودشون بذارن و براش فکر کنند، براش برنامه ریزی کنند. متاسفانه گفتیم که بحث طلاق یه بحث بسیار پر جنجال، پر ماجرا، پر تنش و پر از ظلم و تعدی از طرفین در یک قالبی، در یک شکلی مطرح میشه که به هیچ عنوان هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن که برای طرف مقابل خودشون حق و حقوق و حیثیت و حرمتی رو در نظر بگیرن، بلکه به هر اندازه که از دستشون ساخته باشه در پی این هستن که حرمت شکنی و به همین صورت تهمت زنی و به همین صورت اخاذی و فشار و اتهامات بیشتر رو به طرف مقابلشون وارد کنند. مثل جنگ هست. طلاق جنگ نیست. یک ناسازگاری، تجربه ناسازگاری هست که بین زن و مرد به نتیجه جدایی کشیده میشه. یک قراردادی وجود داره به عنوان عقد نکاح، این قرارداد رو با در قالب طلاق حلش میکنن یا فسخش میکنن. و قضیه بسیار ساده هست، تموم میشه. بر اساس یک سری تصمیماتی که عوامل و اسبابی که موجب تصمیمگیری این جدایی شده. زید بن حارثه که پسرخوانده پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و زینب بنت جحش دختر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم زنش بود، نزدیک یک سال پیش پیامبر شکوه میکرد که مشکل دارم، تفاهم نداریم و نمیتونیم ادامه بدیم، ازم میخوام طلاقش بدم. تا حدود یک سال پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها میومد به این شکایت رو پیش پیامبر میکرد و پیامبر میگفتن که اتق الله و امسک علیک زوجک، از خدا بترس، خدا رو مد نظر قرار بده و زنتو نگه بدار. موقعیت اجتماعی داره، به هر حال تو هم زن خوبی هست، تو هم شوهر خوبی روش باش، ولی مشکلات ناسازگاری عوامل متعددی در موضوع در این قضیه داخل خیل هست. مسائل شخصیتی، مسائل عادتهای فردی، ردهای اجتماعی، همه اینها با هم دخیل هست و در تفاهم یک زندگی مشترک میتونه مؤثر باشه در عدم تفاهم. بعد از اینکه موفق به
ادامه زندگی نشده یا اینکه تفاهم رو نتونست حاصل بکنه طلاق داد و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس وحی که از جناب الله متعال برای نسخ کردن یا رد کردن یا باطل کردن عرف اجتماعی و قانونی که در جامعه عرب وجود داشت که زن پسر خوانده مثل زن پسر تلقی میشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم با امر الهی زینب رو به نکاح خودشون در آوردن تا اینکه بعد از این نکاح برای هیچ احدی حرجی وجود نداشته باشه در اینکه پسر زن مطلقه پسر خوانده خودش رو به نکاح خودش در بیاره. قانونی رو الله متعال عملا از طریق نبی خودش وضع کرد که قانون جاهلی رو یا قانون رایج جامعه عرب رو از طریق این قانون نسخ کرد. در این آیه بعد از اینکه ما بحث تفاهم در طلاق رو با تأکید بر اساس معروف و برخورد نیکو ببینیم، بحث شیردهی در دوران دو ماهی که فرزند یا کودک نیاز داره رو به عنوان یکی از وظایفی که زن و مرد باید در ارتباط با اون فکر کنند، برنامه ریزی کنند، مرد باید مسئولیت کفالت و به همین صورت حمایت مالی زن رو بر عهده بگیره با فرزند خودش و زن هم به همین صورت مسئولیت شیردهی و حضانت کودک رو به عهده دار بشه. آیه جمله بعدی در آیه هست، میگه لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ انسانی بیش از توانش مسئولیت بهش داده نمیشه. این جمله در هر زمینه‌ای در واقع نقش داره، یعنی در هر وظیفه ای از وظایف شرعی نقش داره. خیلی از وظایف شرعی هست که بر حسب توان و قدرت هست که تعیین وظیفه میشه، نه بسته ای هست از وظیفه ای که برای همه یک نواخت است. مرد وظیفش اینه که برای زنش و کودکان خودش با نیکی مایحتاجشون رو برآورده کنه. ولی خب جوامع شرایط مختلف هست، هر کسی بر حسب توان و قدرت مالی و یسری که در اختیارش هست مکلف هست که این کار رو انجام بده. این جمله بسیار اهمیت داره که ما در هر زمینه این مطلب رو در نظر بگیریم. فکر نکنیم اون کسی که توان پرداخت 5 سکه رو برای مهریه نداره باید مثل بقیه ای که افرادی که 50 سکه گذاشتن اونم بذاره 50 سکه. هر کسی بر حسب توان خودش وظیفه رو به گردن خودش بگیره. ما هیچگاه نباید وظیفه پذیر باشیم فراتر از توان و قدرتی که داریم. مهر یک وظیفه هست، یک حق هست که بر عهده میگیریم. اگر واقعا توان پرداختش رو نداریم چرا این وظیفه رو یا این مسئولیت رو میپذیریم؟ لا تکلف نفس الا وسعها، اون کسی که توانش رو داره میتونه یک گنجی رو هم ببخشه. و این اعطیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منها شیئا، اگر یک گنجی رو هم بهشون دارید پس نگیرید. ولی وقتی که ندارید بر عهده چیزی رو به گردن خودتون نندازید که توان پرداخت اون رو هرگز نخواهید داشت. به دنبال این جمله جامعی که لا تضر والدتون بولدها ولا مولود له بولده، نه مرد زن ولد فرزند خودش رو باید به آسیب برسونه و نه مرد موجب آسیب فرزندش بشه.
آسیب رسوندن به فرزند بعد از بحث رضاعت یا بحث حضانت اشکال مختلفی داره. اولین شکلش اینه که شما هر کدوم از طرفین، چه زن و چه مرد، بیاد بد دومی رو جلوی فرزند بگه، این آسیب فرزند میرسه. بزرگترین آسیب اینه، اولین آسیب اینه که فرزند بزرگ هست، مادر بد پدر رو میگه و پدر بد مادر رو میگه. حیثیت پدر و مادر در نزد فرزند سقوط میکنه، حرمت پدر و مادر در نزد فرزند میشکنه. یک نقطه، یک نوع حس بسیار منفی در درون ذهن فرزند جا میگیره که به جای اینکه افتخار بکنه پدر و مادر خودش، احساس بیزاری رو میکنه. به جای اینکه پدر و مادر براش مسندی باشن، معتبر، برای این به اونها اعتماد داشته باشه، درش بی اعتمادی پدید میاد. این بی اعتمادی موجب میشه که بعد از این شخصیت خودش هم شخصیت ضعیفی باشه و هیچ گونه خود اعتمادی رو نداشته باشه. حتی اگر پدر و مادر درشون ویژگی های منفی وجود داره، که به هر حال هر کدوم از زن و مرد از این در این زمینه میتونن اطلاعی داشته باشن، اطلاعی داشته باشن، حتی اگر خیانتی هم باشه، این جایز نیست که انسان اون چه که به عنوان آبرو و حیثیت یک انسان هست رو زیر پا بذاره، اون چی که الله متعال اونو محفوظ نگه داشته یا اون رو پوشیده، به جای اینکه فرصت توبه و فرصت بازگشت و طهارت پاکی رو برای فرد مقابل خودمون فراهم کنیم، ما اون رو به فضیحت بکشونیم. خب این چنین عمل کردی، علاوه بر اینکه زیر پا گذاشتن وظایف شرعی رو در بحث ست کردن و پوشاندن فرد مقابل مد نظر قرار ندادیم، فرزند رو هم دچار آسیب کردیم، اختلال شخصیتی درش ایجاد کردیم، بی اعتمادی نسبت به پدر مادر رو درش موجب شدیم. این یک نکته. دوم این هست که شما فرزند رو در داخل اختلافات وارد میکنید، بهش میگید که تو این خبر رو برسون به مادرت، مادر میگه اون خبر رو برسون به پدرت. اینجا هم یکی از موارد آسیب پذیر شدن یا آسیب دچار آسیب شدن فرزند است. فرزند وقتی که ناقل خبر میشه، به طور طبیعی درش یک نوع دخالت هایی پدید میاد، یا در طبیعتش، در رفتارش، که اون در واقع در شخصیتش نباید باشه. ما رو وادار کردیم که خبرکش بشه، وادار کردیم که یک آتشی از فتنه رو در واقع بهش اضافه کنه و یا نقش داشته باشه، و در این میون خود به خود از چشمش میفتیم، هر دو طرف، هم دو زن، هم مادر، هم پدر، از چشم فرزند میفته. و به همین صورت اگر بدآموزی باشه، این بدآموزی به اون انتقال پیدا میکنه، اگر تهمت باشه، اونم در تهمت زدن جرأت پیدا میکنه، اگر دروغ باشه، اون هم در دروغ گفتن جرأت پیدا میکنه و گستاخ میشه، و به همین صورت در این جنگ و دعوا اون هم آلوده میشه. فرزند رو آلوده نکنیم در جنگ و دعوای خودمون، بذارید که کنار باشه. در این حال اشکالی نداره که به طور مختصر و کوتاه اون چی که فقط در حد نیاز هست، بدون اینکه
خدشه ای به آبرو و حیثیت طرف مقابل خودمون وارد کنیم بهش اطلاع بدیم. خیلی طبیعی و ساده که پدرت جای خودش داره یا مادرت جای خودش داره. ما با هم به عنوان زن و مرد تفاهم نداریم، یعنی من نمیتونم نقش ایفا کنم به عنوان یک شوهر و اون نمیتونه به عنوان یک زن برای من نقش ایفا کنه، ولی برای تو من پدر هستم و اون هم مادر هست و نقش پدر و مادر نقش مستقلی هست. در نتیجه تو رابطه ای تو با هر دو طرف سر جای خودش باقی میمونه و هیچ گونه نگرانی نباید در تو وجود داشته باشه. اگر ما نتونستیم با هم تفاهم داشته باشیم در ارتباط با فرزند، ما تفاهم کامل رو خواهیم داشت. و به دنباله این بحث مشاوره فیما بین در ارتباط با مساله فرزند است. یعنی اختلاف بین زن و مرد و جداییشون نباید هیچگاه در بحث تصمیم گیری سالم و تدبر و تأمل کردن در ارتباط با مسائل و مشاکل فرزند اونها رو به غفلت یا نسیان بکشونه. برای موارد مختلفی که فرزند نیاز داره، چه تحصیل، چه درمان، چه مسائل تربیتی و آموزشی، حتی در هر زمینه‌ای با هم مشوره داشته باشن و با هم در تفاهم باشن تا اینکه آسیبی به فرزند نرسه. و در نهایت اینه که برنامه‌ای باشه که هیچ کدوم از پدر و مادر از فرزند دور نموند. هیچگاه فرزند خلأ وجود پدر رو در امتداد طلاق احساس نکنه و نه هم خلأ وجود مادر رو در اتفاق طلاق احساس داشته باشه. طبیعی هست که بالاخره خلأ به طور ناخودآگاه وارد میشه، ولی باید ببینیم که حداقل این موضوع رو چطوری میشه ایجاد کرد یا این خلأ رو چطوری میشه کم کرد و از هر گونه آسیبی که در این باب میتونه وارد بشه فرزند پیشگیری کرد. و در نهایت از همه مهمتر اینه که بازم معروف و اتقوا الله و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر. با معروف تا بدبستان داشته باشید، تعامل داشته باشید و الله رو در نظر بگیرید. تقوای الهی گفتیم که فقط نماز و روزه و ذکر نیست، تقوای الهی در تمام رفتار و سلوک انسان وارد هست و بدونیم که قیامتی هست، حساب کتابی هست و الله متعال بینا و شاهد همه اعمال بندگان هست. در الله متعال میخواییم که بینمون الفت و محبت بندازه و هیچ خانواده ای رو دچار تشتت و افتراق و جدایی نکنه و اونهایی که ناچارن از هم جدا میشن هم اونها رو با نیکی از هم جدا کنه که هیچ آسیبی به هیچ طرفی وارد نشه. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.